یک کلوم. من میخوام صیغه طلاق جاری شه بین تو و دختر جمشید. میخوام بدونی شهرزاد گر اتفاقی بیافته موقتیه. میخوام بدونی که تو مال من. میخوام بدونی که بر میگردم بهت قول میدم. نصرت. بله آقا. نمیخوام برم خونه. برو یه کافه مافهی که باز بشه. چشما. عشقت آتش زده به جانم، ای نازنین نالم، همیشه در دل بله. جناب سرنگ، آقای دیوان سالار پشت خط. وصلش کن، وصلش کن. چشم قربان. چرا اینقدر معطل میکنی؟ چشم قربان. الو. سلام عرض شد جناب دیوان سالار. به به، چه سعادتی. سلام. به خورشید عالمتاب باید گفت فی الواقع برو داخل چاه که چشممون خیره به جمال بزرگ آقاست، که البته محرومیم از جمال حضرتتون ظاهر الامر، اما باز همین که صدای گوشنواز حضرت عالی رو استماع میکنیم. حفره نرو تیموری، حرف مفت موقوف. امر امر؟ امر دلتنگی، امر دلنگرانی. سرنجمونی و نگرانی؟ بنده البته مصرانه پیگیر اشراری هستم که در واقع مسبب این اتفاق شدن، اما گذشته از اون جناب دیوان سالار، شما انگار بفرمایید که گلوله به بنده حقیر اصابت کرده. بس که بنده دلنگران شدم و پریشون احوال. جای این قصد خوزعبلات سرهنگ،
چرا هنوز عاملین اون سوء قصد رو شناسایی نکردین؟ بله، البته بنده متصلن پیگیر شناسایی عاملین سوء قصد به حضرت عالی هستم و تا روشن شدن این مسئله مطمئن باشید که هیچ تلاشی فروگذاری نخواهم کرد. نفعته در این فقره تعلل نکنی سرحنگ. بله، چشم دارم ببینم چه شق و قمری میکنی. به روی چشم مکدر نکنم که خاطر حضرت عالی رو. بله، به محض وصول به نتایج مقبول جناب عالی رو من حتما مستحضر خواهم کرد. بسیار خوب. بله، خواهش میکنم. خوش. خدا نگهدار. خداحافظ شما. بله. ببخشید قربان، خانم مریم مرزاد تشریف آوردن. بسیار خوب، راهنماییشون کنین داخل. چش قربان. گوش کن. بله قربان. تا زمانی که ایشون اینجان کسی مزاحم نشه. چش قربان، حتما. بفهم. سلام جناب سرحنگ. سلام عرض شد. سرکار خانم مریم خانم. بفرمایید، خواهش میکنم، راحت باشین. این که بنده سرکار خانم رو با اسم کوچیک صدا میکنم که باعث تغییرتون نمیشه. نه خواهش میکنم، این از لطف شماست. اگه سردتونه میخواین شومینه روشن کنم؟ نه خوبم، ممنون. خوب، چه خبر؟ حال، احوال؟ ممنونم جناب سرهنگ، این موضوع احضاری خیلی جدیه. جدی که البته هست، اما خوش اقبالی سرکار خانم اینه که بنده یکی از ستایشگران شما روی صحنم. چای میل دارید یا قهوه؟ ممنونم، مزاحمتون نمیشم. این چه حرفیه، نفرمایید. به قول شاعر میفرماید من که ملول شدم از نفس فرشته ها. درست میگم دیگه؟ بله همینه. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. از برای تو. احسنت به این حافظه و طبع شاعرانه. البته من دانشجوی ادبیاتم، از حفظ بودن یه بیت شعر خیلی هم احسنت نداره جناب سرهنگ. نفهمید، جوری که شما کلماتو ادا میکنید احسنت داره، یعنی لامصب همچی، یه جوری این کلمات فر میخوره رو زبون شما و بزک دوزک میشه لامصب. احسنت. ببخشید جناب سرهنگ، میشه اصل مطلب احضاریه رو بفرمایین؟ من آمادگی شنیدن هر چیزی رو دارم. آخه چشم بسته. اما نفرمودین چای میل دارید یا قهوه؟ قهوه باشه بهتره. احسنت، یک قهوه از برای تو. احسنت. خیالتون راحت باشه، بهشون میگم. چشم. جناب سرهنگ فرمودن کار خانم طول میکشه، شما بفرمایید منتظر نمونید. مگه میشه سرکار؟ ما باید با هم بریم روی صحنه، نمایش داریم. میتونم برم داخل؟ نه، اون سری هم که رفتی من به خاطر اون توبیخ شدم. بفرمایید جناب سرهنگ، گفتم منتظر نمون، خودشون میان. بفرمایید دیگه. آقا بفرمایید. سلام. سلام. چقدر دیر کردی؟ ببخشید.
شهربانی بودم دیگه. خب خدا رو شکر ختم به خیر شد. باشه مادر. سلام، ببخشید دیر کردم، خیلی سریع اومدیم. اومدیم؟ آره دیگه، سرنگ تیموری منو رسون با یه آقای دیگه. میدونین آقای چی کاره است؟ بگم؟ بگو. اون آقای کارگردان سینماست، میخواد فیلم جدیدش رو بسازه. احتمال زیاد منو به عنوان هنرپیشه رول اولش انتخاب کنه. میدونی چقدر برام خوب میشه؟ داستانو برام تعریف کرد، یه برداشتی از همین اوتلوه. آفرین. سنگ تیموری منو معرفی کرد. پس بازجویی سختی نبود؟ اصلا بازجویی نبود، بنده خدا سرنگ تیموری حلش کرد. آخه به من گفتن طول میکشه، مجبور شدم تنهایی برگردم. آخه عزیزم میدونم، اما سرنگ تیموری خیلی تلاش کرد کلن قضیه خطبه به خیر بشه. بسیار خوب، من بسیار بسیار ممنونم از الطاف و کرامات سرنگ تیموری به نامزد بنده. بابک دوباره داری شروع میکنی؟ تو الان باید خوشحال باشی. من فکر میکنم این یارو استواره کیه؟ ابی پوست کرد، اگه الان پوست من کنده بود تو خوشحال تر بودی. مریم جون اومد. به جون تو رو خدا، دیره. اومدم. خوبه دیگه، معنی دوست داشتنم فهمیدی. آره بابا. سرگردونی دل من گرفت، ماه پیشونی، بیا باز دوباره بیتابم کن، منو تو رنگ چشات خوابم کن. نگو قصه آخرش مرگ منه، داره چشمات من آتیش میزنه. نگو از تلخی دنیا سیرم، نگو میرم، نگو که میمیرم. ای گل بهارم، دشت لاله زارم، قلب داغ دارم، سنگ بی مزارم، درد موندگارم، روز ناگوارم، زخم بی شمارم، زهر روزگارم. خنده هامو با تو از نو ساختم، باز به حرفای تو دل می باختم. میونه این همه سرگردونی، اومدم تو قلب تو مهمونی. بی ستون قلبمو میکندم،
شکل خنده هات شدم میخندم، چشات از صد تا غزل بهتر شد، خنده هات قنچه ولی پر پر شد. ای گله بهارم دشت لحال زارم، قلب داغ دارم زنگ بی مزارم، درد موندگارم روز ناگذارم، زخم بی شمارم زهر روزگارم. قدیم ندیم گفتن بار کج هیچ وقت به منزل نمیرسه. من از روز اولم میدونستم که این وصلت آخر عاقبت خوشی نداره. حتما صلاح و مصلحتی توشه، بزرگ آقا بی فکر کاری نمی کنه. جدا کردن مادر از بچهش صلاح و مصلحته؟ شما دیگه چرا این حرفو میزنی آقا هاشم؟ حالا نمیخواد غیبت کنی، بیا. غیبت نمی کنی، دلگپه می زنی. هفته دوبار می تونه بچهشو ببینه. زیاد نیست؟ بچهش نیفته از چشش. آقا هاشه، شما مادر نیستی؟ نمی فهمی که اینا دستی دستی چه بلایی دارن سر این طفل معصوم میارن؟ البته خودش هم کم اشتباه نکرد، باز همون روز اول پشت می کرد توی کفش که الا بلا من زن قباد نمیشم. میترا بابا. بله آقا جون. بیا این رادیو رو بیشترش کن ببینیم اخبار چی میگه. چی میگه چرت و پرت؟ میترا جا مادر برو جبه خیاطی قرقره سفیده رو بردار بیا قربونت. چش. اجالتا فرهاد نباید از این قضیه بویی ببره. منو میترا که چیزی نمیگی، اما فردای پسان فردای بالاخره چرت غریبه که میشنوه. بیچاره جمشید تار و پودش ریخته به هم شده یه تیکه پوست و استخون. شهرزاد طفل معصومو بگو که چجوری یه شای به خاک سیاه نشست. کبیر کوچولو جانم چه پسر خوبی هستی شما، از حالا من مامانتم باشه؟ جانم میخنده بچه، خدا رو شکر کپی قباده، هیچ چیش به اون زنی که نرفته. یکم هم شبیه منه مگه نه؟ بله خانم. خیال نکن زوری زوری کردن دایه بچه خبریه ها، اون نمک خوردن نمک نون شکستنات یادم نرفته. فعلا هستی تا این بچه از عادتت در بیاد، فهمیدی؟ بله. بعدش هم میری کلفتی همون خانم قرشمالو میکنی. بطول بشنوم پشت سرم تو گوش این بچه پچ پچ میکنی یا پوستتو قلفتی میکنم. سرات خانم آخه این بچه که همین که گفتم. چشم خانم بیا تو، بیا برش تا ببرش استاده گریهش همین خونه رو بر نداشته. ماشالله اسفند براتون دود کنم، ماشاءالله خیلی رو اومده. خیلی خوب بابا اکرم، ببرشون برای دود گرفتم. چشم. این شکلات هم یکی از دوستای بزرگ آقا از خارج سوغاتی آوردن، ایشون عمر کردن بیارم خدمت شما. بشین کارت دارم. چشم خانم. وای به حالت اگر کسی به فهم قضیه سیانور خوردن اون شب من همش نمایش بوده. پرتت میکنم بیرون، برمیگردی به همون درب دریا صد برابر بدتر، فهمیدی؟ چه حرفی میزنی خانم؟ من خودم نقشش رو کشیدم، خودم سیانور خریدم، خودم آقا نصرت رو خبر کردم به وقتش، حالا خودم برم خبرچینی کنم؟ توف سربالا نیست؟ آره خب توف سربالاست، گفتم حواست جمع باشه. حواسم جمع خانم، خدا رو شکر همون شد که خودتون میخواستین. اگه میدونستم اینجوری میشه زودتر این کارو میکردم. شیتیله تو هم محفوظه، نگران نباش.
خانم همین که شما شادین برای من کافیه. لیاقتشو داری، راضی هم ازت. اون کیف منو بیار. چشم خانم. بفرمید خانم. بیا اینو بگیر برو بازار، هم پارچه بخر هم واسه خودت یه چیزایی بخر. چشم خانم، دستتون درد نکنه. میخوام واسم 10 دست لباس بدوزی از اون مدلا که قباد دوست داره. واسه کبیرم میخوام به سلیقه خودم 10 دست لباس بدوزی. اینم سرداد بده به اون بتول نمک نشناس، خنگ خدا جا گذاشت بچه یخ میکنه. چشم خانم با اجازه، دستتون درد نکنه. محسن؟ بله آقا. من بر نمیگردم امشب، خودتون بگردونید. چشم آقا. فعلا خدافظ. خدا نگهدارتون. سلام آقا جمشید. هاشم خان، آقا جمشید اومده. سلام هاشم. به به رفیق قدیمی قرمت برم قدیم برا عدد شم خوش آمدی. بفرم. سلام آقا جمشید. سلام. خوب است. من چای میارم. بفرم باشیم. بعد 90 بوقی یاد رفیق قدیمیت کردی جمشی؟ نکن اومدی فرشی نو کنی، کناتو بفروشی ها؟ وسط این همه ابریشم اصفهانی یه خرسک بد قواره رفو نشده نمیخوای؟ آجی همشه چای رو بکنم. شما بفرم کار تموم شد دیگه. بفرما به درس و کابت برس. برو باش. خدا بس. سلام برسون. خسته نمشید آجه. همشید خسته نمشید. درم ببر. باش سرکم. خسته نمشید آجه. همشید آشم خون. باش سرکم. خدا دیده چه بلایی به سر اومد هاشه. دیدی؟ وای مرد گریه میکنه جمشید. مرد؟ من اگه مرد بودم میذاشتم دخترم تو جوونی اینطوری پیر و دل مرده بشه. هاشم باز ببینیش نتونستم بشناسمش. انگار نه انگار شهرزاد همیشه گیه. با دست خودم دخترم رو بدبخت کردم، با همین دست هاشم. حالا این حرفا چه دردی رو دوا میکنه؟ دختره تو داره درسشو میخونه، 2 روز دیگه دکتر میشه، همه چی رو فراموش میکنه، یه زندگی جدیدی واسه خوش دست پا میکنه. بجاییه بجاییه که آدم یه طرفش بزرگ آقا بایستده باشه، یه طرف دیگهش پاره تانش. بزرگ آقا نبود من این زار و زندگی کجا داشتم؟ تو که بیشتر از یک و پیکم خبر داری. زار و زندگیم و مدیون بزرگ آقام. نمیتونستم، نمیتونم دروش باستم بگم
این متارکه جیگر یه خانواده رو به آتیش میکشونه. باشم، تو بودی چی کار میکردی ها؟ چه میدونم والا. ای وای، مثل بز اخفش رفتم با دست خودم آتیش زدم به سجل دخترم. دیگه سخت‌تر از اونی که هست نگیر جمشید. زمان رفوگر خوبیه. هر بیدی هم که به زندگی آدم زده باشه زمان رو فوش میکنه. نه، این یه فقره رفو نشدنیه. اون منو نمیبخشه هاشم. هزاریم که بگذره منو نمیبخشه شهرزاد. من بهش بد کردم، به پسر تو هم بد کردم. وای وای، آه و نفرین پسر تو منو گرفت هاشه. جمشی خودتون نواز مرد، منو تو مصیبت های بدتر از این از سرمون گذروندیم، یادت رفته؟ بدتر از این نیست که آدم نتونه تو چشای دختر خودش نگاه کنه از خجالت. خجالت میدونه چی هاشم؟ بچه زیر لامستم. بچه زیر دل آدم دله. تخت سنگ نیست یه هم بتونم یه کوه روش بذارم و این ور و اون ور بکشونم. هاشم اینو فقط من میدونم، خدا میدونه. و بزرگ آقا، من بودم که از بزرگ آقا خواستم یه کاری کنه، نظر پسر تو با دخترم وصلت کنه. خیالم دارم پدری میکنم واسه دخترم، نه اینکه به فکر پسر تو نباشم، که اونم سرش بوی قرمه سبزی میداد هاشم. فکری اونم بودم. بزرگ آقا گفت اگه این دوتا با هم وصلت کنن خونواده یدی خون تو رگاشون غلغل میزنه، هوار میشن سر پسره، یه جسد میمونه رو دستمون هاشم. اون موقع بود که شهرزاد رضایت داد به وصلت با قباد. واسه خاطر نجات فرهاد، ای خدا دلم میخواد اگه یه ساعت از عمرم باقی مونده باشه خنده دخترم از ته دلش بشنوم، صدای خندهشو از ته دل بفهمم هاشم، از ته دل. ای خدا آتیشم بزن که جیگرم داره آتیش میگیره. جمشید جمشید جمشید، حرف بزن جمشید. جمشید رفیق من، حرف بزن جمشید. جمشید حرف بزن.
پدرم دیده به سویت نگران از نرام بابا غم نادیدن تو بار گران از مرام انقدر مهر و وفا بر همگان کردی و بس بابا بابا ولی نام نیکدم جا ورد زبان اصلی ها ببینم قلبی دیدیم چه خواهی تو سرمون شد آقا مامان آخر سلام سلام تسلی ها درمون آخر قبطون باشی بسه مامان آسان صبر بده دخترم شهرزاد من خودم یه پاملب گوره اما تا زندم خانواده جمشید خدا بیامرز انگار خانواده خود من هستم چیزی واسه تون کم و کسر نمیذارم هر کاری بود حتی کار کارستون مدیونی نگه به من خبر نده خدا از بزرگی کمتون نکنه نصرت من آقا اون چکو بده خدمت خانم آقا این چه کاریه راضی به زحمت نیستم تا رو خود جمشید به گردن من خیلی حق داشت میخوام توی مخارج مراسمش منم سهیم باشم به همگی تسلیت عرض میکنم مرحمت عالی بزرگ کردی دست شما درد خدا خودتون از شما بفهمم می تو خانم فاتحه شو می فرستم حبی خانم شو زحمت کشونت برم خدا صبر بده خدا سایه آقا شما از سر شما کم خدا رحمتش رو کنه تسلیم باشه تسلیت میگم شهرزاد خانم غم آخرتون باشه شهرزاد خانم
شریک غمتون هستم. باور کنین دل منم آتیش گرفته از وقتی. از وقتی که تو رفتی شهرزاد. ببین کی اینجاست؟ بابا قباد اینجاست. بگو پسرم، بگو قربونت برم. شیرین خانم، این بچه الان خوابش میاد، حوصله حرف زدن شوخی نداره. من خودم خوب میدونم بچه کی وقت خوابشه کی وقت خوابش نیست. هی دخالت میکنه. بس دیگه، سرم رفت. هی بالا سر من جیغ 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 جیغ. بس بول خانم، این بچه رو ببر تو اون اتاق بخوابون. نه چشم بیا. یواش یواش. وای چه خبره تو بچه هستا؟ باز چی پیرم مشکی پوشیدی حالا؟ گفتم پاشم یه سر برم، شاید اقلا به آخرای مراسمشون برسم. خب برو، مگه از دست و پا تو بسته؟ اگه فکر منی که ناراحت نشم، نمیشم. دل خوشی از ایلو تبارشون ندارم، ولی خب راضی به مرگ و میرشونم نیستم. سر خاک کردنش هم بهت گفتم، خودت نرفتی. خب کجا باشم برم؟ اون خدا بیامرز من دستی دستی کردمشون زیر، حالا باشم برم سر خاکش بگم چند منه؟ پس چی به خودت انگ میزنی الکی؟ خدا رحمتش کنه، قلبش همیشه مریض بود، به تو چه ربطی داره؟ بازی لکولکی میکرد؟ خروار خروار رسوایی خالی نمیشد تو زندگیشون، قلب اون بنده خدا چش بود؟ یه عمر دیگه کار میکرد. اون رسوایی ها تقصیر خودشونه، میخواستن هواورشون نداره که قوم و خیش بزرگ آقان. من چی میگم تو چی میگی بابا؟ میگم اکرم واسه شربت گل سرخ بره، رنگ برو نداری. اکرم چرا؟ ململ کجاست؟ مرده مگه؟ ململ چرا باید مرده باشه؟ چند وقت پیش بدون خدافزی جمع کرد برگشتهش. پس چی اینجوری گفتی آهان؟ چه جوری گفتم؟ یه جوری که انگار اون زنی که خیلی با نوکر کلفتا مهربونه، ولی من همشونو فراری میدم. غیر این بوده مگه؟ تعجبی هم نداره. آخه اون زنی که خودش از ایلو تبار همین نوکر کلفت هاست، حرف همدیگه رو خیلی خوب میفهمن. بسه دیگه بابا، به این پسره بگو ماشین منو حاضر کنه. کجا میخوای بری؟ قبرستون، سر قبر خودم. کجا دارم برم؟ کلوب. یعنی من اینقدر غیر قابل تحمل حوصله سربرم؟ شیرین جون، هر کی دوست داری، تو رو ارواح خاک زنمو دست از سر کچل ما وردار. خیلی خوب بابا، شاد اسری کبیر رو برداشتم اومدم ستایی بریم لاله‌زار. مشکیارم در بیار بابا، دلمون گرفت. خدا رحمتت کنه آقا جمشید. روحت شاد. شرمندت. بنگ 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 خانم، چهار چشمی هم با این بچه داشته باشی؟ خودم حواسم هست، بچه‌م بیشتر از همه به خودم خوک گرفته. قربونش برم. گفتی خوابش میاد که خانم، بچه هستی که خبر که نمیتونی که میخوابی که بیده. سلام آقا بابا. سلام. سلام آقا بابا. سلام. سلام. مراسم چه خبر؟ مثل همه مراسم های این ریختی، گریه زاری و تسلیت و تعزیه. شهرزاد حالش چطوره؟ در بود آخون نه؟ دیگه به یه قسمی همه شون دارن با این مصیبت کنار میان، من جمله خود شهرزاد خانم. با خودم خیلی کلنجا رفتم، پام نیومد بیام اونجا. فقره اجباری طلاق من و شهرزاد اصلا. آقا جمشید خدا بیامرز دق مرگ کرد، حالا کو تا شهرزاد بخواد دلش با من صاف شه؟ شهرزاد خانم دختر خوبیه، حالیش شما خلاف میلت امضا زدی. ای کاش دستم شکسته بود و نمیزدم. حکم حکم حاکمه و مرگ مفاجات، شما تقصیری نداشتی. حالا قبله عالم خودشون کجا هستن؟ توی جلسه محرمانه تو کلوب با بهبودی. پس پیرمرد فقط زورش به همسال ما میرسه ها؟ جلسه تو کلوب با بهبودی یعنی مصالحه دیگه ها؟ یعنی کنار اومدن با قاتل برادرتش من ها؟
بزرگ آقاست دیگه، کسی سر از کارش در نمیاره. سلام آقا باد. سلام آقا باد. سلام آقا باد. نه کلام رو متول کنم نه خاطر شما رو معذب، قرار از اینکه بنده جدن عمیقا متاثر شدم از پیش آمده حاصله. بر غریبه و آشنا البته واضح و مبرهنه که بین بنده و شما رقابت دیرین بوده و هست، اما رقابت یه امره و تخاصم امری علاهده. برش گردونید به روز اولش. بله. ممکن نیست این فنجون بشه مثل روز اولش. عین اونچه که بین من و شما بوده. هر چقدرم از این تار و پاتی که پاره کنین، اونچه که بین من و شما بوده نمیشه مثل قبل، نمیشه اونجور که قبلن بوده. حالا هرچ که بودیم، رقبای نامحترم یا دشمنای محترم، به هر حال اون چه که بین من و شما بود شکست. عین این فنجون میتونیم یه تیکه تیزش رو خنجر کنیم، همدیگر رو بدریم، یا اینکه جمعشون کنیم به هم بچسبونیمشون. ته اولی خون و خون ریزیه، ته دومی به هر حال یه فنجون شکسته داریم، بند زده. من اهل دومیم. جواب هر حمله ای حمله نیست جناب بهبودی. شما حمله میکنی بعد من حمله میکنم. جناب دیوان سالار فکر میکنم که شما با... هنوز تموم نشده، الان میخوام تمومش کنم. ما تیکه های این فنجونو به هم میچسبونیم و کل این دعوا و مرافعه رو تمومش میکنیم. شما اون قضیه وامای بانکی و غیره و غیره رو فراموش میکنی و من اون مناقصه های کرور کروری زمین های ونک و قلحک و عتیق جات و غیره و غیره. مرحبت یاد. سلام سرنگ. سلام جناب بهبودی. جایی بهتر از این ماشین دودی لکنته برای قرار ملاقات پیدا نکردی؟ اوضاع امنیتی اینطور حکم میکنه. بفرمایید بشین. خوش خبر باشید. ظاهرم پیره مرد بنای جنگ نداره، میخواد مصالحه کنه. شاید داره بازی میکنه. بازی نیست، ببر پیر داره با حیای کوهستان میشه.
ته نگاهش خستگی و میل به یک خواب طولانی شبیه مرگ. ذاتش اما ببر هنوز، یادتون نره. یعنی پاش بیفته تو راه قبرستونم که باشه پنجهشو میکشه. فقط کافیه یه رد و اثری از اون آهوی وحشی شما پیدا کنه. اون آهوی وحشی خیلی وقت مار خورده اژدها شده. فرصت بیاد دستش، به تلافی قطع جفتشم که شده، حاضر دوباره بره سر وقت پیرمرد. ولی خیلی فرصت‌ها تو خیلی از شرایط قابل تکرار نیست. بعد مهره سوخته مونده رو دستتون جناب بهبودی، مخصوصا حالا که پرچم سفید رو بلند کردیم. نگران نباش سرهنگ، خودم این چاله رو یه جوری پرش میکنم. روی منم حساب کنید، به هر حال هممون توی یه کشتی هستیم. سوراخ بشه هممون غرق میشیم. راستی گفتی کشتی، اون بار توقیف شده یه فولاد تو بندر بوشهر ترخیص شد؟ نگران نباشید، توسط یکی از رؤسای شهربانی بوشهر در حال پیگیری هستن. سیگار؟ یادش به خیر این ماشین دودیا، چی بود و چی شد؟ وضعیت اسقاطی الانش بیشباهت به حال و احوال این روزای بزرگانیست. چه شیطنت هایی میکردم تو بچگی تو این ماشین دودیا. هنوزم شیطونی سرهنگ. خوشتون اومد از خونه؟ چقدر قشنگ و بزرگه. آب که این خونه ایونی ها. حالا خونه ایونی ندیدی، برین تو اتاق، تو اونجا اتاق اسمته. وسایلو بذاریم بودیم بیاییم کمک. تو چرا اینو برداشتی؟ سنگینه، مواظب باش اسمت اینجا نیاد. خانم کارمون تموم شد، راهمون بندازید. بفرمایید، خسته نباشید. این که کمه خواهرم. دندون گردی نکن، بگو به خدا بده برکت. از کاری داشتی خبر؟ دست درد نکنه حتما. حفت بیا. مادر چرا خشکت زده بودو؟ بابا هزار تو کار دارم، دیرم میشه. بزو مادر مواظب باش، اینجا از سرمونم زیاده والا. سخفش واسه ما خیلی بلنده. ببخشیدا، شا بخشیده شاغلی نمیبخشه. بزرگ آقا کرمش رسیده شما پس میزنین، میخواییم برگردین همون سگدونی که بودین. نه آخه میگم یعنی ما کجا اینجا کجا؟ مگه ما چمونه؟ چی از عیونا کمتر داریم؟ مایش 2000 آرابی راست و یه لباس فرنگی و یه پیس فرنگی این ور و یه پیس فرنگی اون ور. همچی بشیم 100 تا اونا رو بذاریم تو جیب بغلمون را ببریم. آخه آبجی از تو بساسیه ما یه گوشه این خونه رو نمیگیره. درد و بلات به سرم بخوره. قصه از تو بساسیه میخوری؟ همچی اینجا رو برات پر کنم جای سوزن انداختن نباشه. بشین اسمت، تو پا درد میکنه. کار نه. آره مادر، مادر برات خوب نیست دیگه، پا درد میگیره. خیر ببینه ایشالله. من اصلا تو خوابم هم یه همچی روزی رو نمیدید. تازه اولشه، ببین چه خوابایی براتون دیدم. همچی ببرمتون خونه عیونا، به اینجا بگین خلا. همچی این سه تا خواهرم رو تو شهر بگردونم، همه فکر کنن از این شاهزاده خانوما. بزرموشه بدبخت بابات، الان تک تنها با اون پیره زنه. مادر خلایق هرچه لایق. میگم کاش میشد میآوردیم پیش خودمونا. میخوای برای خودت و دخترها درد سر درست کنی؟ مادر من از این به بعد ما 5 نفریم، نه 6 نفر. آخه مادر. آخه نداره، همین که گفتم. میخواین دخترات به یه نون و نوایی برسن یا نه؟ یا میخواین مثل مرشن که برای 2000 دشه موسموس عیونا رو بکنن؟ اصلا اینقدر خمار بود که نفهمید ما داریم اسباب کشی میکنیم. حالا قصه نخور، خودم هواشو دارم. مادر اگه بفهمم نشونی اینجا رو به کسی دادی، میرم خودم رو گم و گور میکنم که پیدا نکنم. مغز خر خوردم قربونت، چی کار دارم آخه؟ بابا اینقدر سر صدا نکنین، آخه نیومدی میخوایم بیرونمون کنن. آبرومون رفت، یه چیزی بهشون بگو دیگه. این خونه رو بزرگ آقا بهمون داده، کسی جرئت نمیکنه بهتون حرفی بزنه. تا دلتون میخواد بازی کنین و بخنین.
تو هنوز بیداری مرضیه؟ بیخوابی یه مرض مصریه، مخصوصا بین زن و شوهر. چیه؟ من شام خوردم که. اون چیز که شما خوردین شام نبود، غذای گنجیشکم نبود، فقط بازی بازی کردی. دلت آروم نیست؟ میدونم. چرا با غذا قهر میکنی؟ کجا دلم آروم نیست؟ خوبم. تای نگاهت یه قسم غم و غصه است، دل سنگ و آب میکنه. فکر میکنی من نگرانت نیستم؟ ترسی شدی؟ منم برم همون جایی که جمش رفت. این حرفا چیه که میزنی هاشم خان؟ دور از جونت. اینم که میگن مرد گریه نمیکنه، همش حرف بی خوده. برای چی عمر زنو بیشتر از مرد هست؟ باز خاطر هم گریه است دیگه. دل آدمو سباک میکنه، قنبادو فراری میده. این دنیا به هیچ بنی بشری وفا نکرده. نه نکرده. اینو وقتی بهتر فهمیدم که یه عزیزی رو دست دادم. همینجوری هست که قلب آدم هی طعم میگیره، هی طعم میگیره، بالاخره یه جا میسوزه و تموم میشه. اون وقت دیگه حتی حوصله خودت هم نداری. من شما رو دوبار اینجوری دیدم کلن، یکی همین روزا، یکی خیلی سال پیش سفر ماه عسل اون به مشهد. ناقافل تو حرم چشتون خورد به یکی. چی بود اسمش؟ آه، قرص قمر. یه دو سه روزی حالتون همینجور شد، بعدها فهمیدم که خاطر اونو میخواستین، اما من نصیبتون شدم. به جون فرهادم اینو نگفتم برای سرکوفت، فقط گفتم بدونی که چقدر حواسم بهتون هست، حالتونو خوب میفهمم. گاهی وقتا فکر میکنم حق شما بوده که به اون که خاطرشو میخواستی زندگی تو سر کنی. من شما رو میخواستم، اما شما... قرص قمر که سهله، اگه کل فلک و لفلاک هم بیان پایین، من یه تار موی مرزی خانمو با هیچ کدومشون عوض نمی کنم. آره دیگه، زن و شوهری عادت میاره. اگه وصله و قواره هم نباشن، هزاری هم که زن و شوهر باشن، به تن هم زار میزنن. خوبه دیگه، بعد از 4 تا بچه که 2 تاش رفته به رحمت خدا، حالا به این نتیجه رسیدی که هم قد و قواره هم نیستیم. حرف میذاری تو دهن آدم مرضیه. یخ کرد از دهن افتاد. این فرهادم معلوم نیست کجا رفته. گویا یکی از رفقاش ناخوش احوال بوده، رفته بهش سر بزنه. کپ خودتونه، فکر همه هست غیر خودش. خدا رحمت کنه جمشید خانم. میگم آقا هاشم، چطور هفته یه بار بریم یه سری به خانوادش بزنیم، یه سر سلامتی بگیم، غم و غصهشون رو کم کنیم. اتفاقا یه چند وقتی تو خلوت خودشون باشن بهتره، بلکه گذر زمان یه خورده آرومشون کنه. طفلکی شهرزاد، چه ظلمی بزرگ آقا بهش کرد. آسمون آبی گره، دنیا نکرد سرد. آسمون آبی گره. گفته بودم بی تو میمیرم، ولی این بار نه. گفته بودی عاشقم هستی، ولی انگار نه.
هرچه گویی دوستت دارم جز تکرار نیست، خوب نمیگیرم به این تکرار تو دیوار، نه تا که پا بندت شدم از خیش میرانی مرا، دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه، قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان، بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه، گه مرا بز بیزنی گه باز پیشم می کشی، آنچه دستت دادم نامش دل از افسار نه، آسمون آری گره دنیا نکرد سد، آسمون آری گره دنیا نکرد سد، ما چه تا دل خوش کنم لای همه بر، لای همه بر، می روی اما خودت هم خوب میدانی عزیز، میکنی گاهی فراموشم ولی انکار نه، سخت میگیری به من با این همه از دست تو، میشوم دلگیر شاید نازنین بیزار نه، گه مرا بز میزنی گه باز پیشم میکشی، آنچه دستت دادم نامش دل از افسار